در کانال رکسانا افشار عضو شوید و سابسکرایب کنید و زنگوله رو حتما بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر شوید. با درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز، برای بعضی ها رعایت اصول آداب و معاشرت دیگه قدیمی شده، اما رفتار خوب و پسندیده هیچ وقت از مد نمیافته. اگه میخواین تصویر خوبی از خودتون به عنوان یک خانم در جامعه داشته باشید، باید بدونید که بعضی کارها و رفتارها رو نباید انجام بدید، چون جلوه خوبی بهتون نمیده. در این ویدیو اشتباهاتی رو برای شما میگم که یک زن واقعی هرگز نباید مرتکب این اشتباها بشه. سعی کنید همه این موارد رو توی ذهنتون نگه دارید تا تصویر خوبی از خودتون بسازید. در ادامه برای دیدن این ویدیو با من رکسانا افشار همراه شوید. استفاده از لباس‌های تقلبی و بیکیفیت. نیاز نیست همه پولتون رو خرج لباس‌های گران قیمت و برند کنید، اما خریدن کپی‌های بیکیفیت و خیلی ارزون هم کار درستی نیست. پس اگه می‌خواید ظاهر خوبی نداشته باشید، دنبال اجناس بیکیفیت و تقلبی برید. می‌تونید لباس‌هایی بخرید که هم شیک هستن و هم با کیفیت. برندهایی هم هستن که قیمت زیاد بالایی هم ندارن. شاید معروف نباشن، اما زیبا و با کیفیت هستند. اشتباهات مد. یک خانم واقعی هیچ وقت ژاکت خیلی خیلی گشاد یا شلوارک خیلی خیلی تنگ نمی پوشه، چون میدونه چجور لباس های مناسب استایل خودش انتخاب کنه. هیچ وقت لباس های خیلی گشاد به خاطر راحت بودنشون نمی پوشه. لباس هاشو با سلیقه و مناسب تیپ بدنیش انتخاب میکنه. خمیده بودن. یکی از قوانین مهم برای خانم‌ها داشتن یک ژست خوبه. وقتی زیادی خمیده میشینید، مثل این میمونه که دارید بار سنگینی رو میکشید. حالت درست نشستن شاید در اوایل کمی سخت باشه، اما بعد از مدت کوتاهی به درست نشستن و درست راه رفتن عادت میکنید. مراقب خود نبودن. یک زن واقعی همیشه مراقب خودش هست، ورزش میکنه، برنامه غذایی سالمی هم داره، مراقب سلامت پوستش هم هستش و در صورت لزوم به پزشک مشاور مراجعه میکنه. آرایش زیاد. یک زن واقعی مراقب پوستش هست، به همین دلیل پوست خوبی داره. اون همیشه زیباست حتی بدون آرایش. رفتارهای عصبی. یک زن واقعی میدونه چجوری عادتهای عصبیش رو کنترل کنه و هیچ وقت با بازی کردن با موها، تکان دادن پاها و هر رفتار دیگه که بیقراریش رو نشون میده، ظاهرش رو از بین نمیبره. هیچ وقت به چیزهای کوچیک گیر ندید. یک زن واقعی برای هر کاری وقت به اندازه کافی داره. تمام کردن ظرف سوپ. برای خوردن یک قاشق آخر ظرف سوپ باید ظرف رو کج کنید. رفتار درست غذا خوردن اینه که سوپ رو تا تهش نخورید. حتی اگه سوپ خیلی باشه، باز هم نباید تا قاشق آخرش رو بخورید. بی‌ادبی و شایع پراکنی. بی‌ادبی، شایع پراکنی و ناله و شکایت کردن برای یک خانم واقعی ممنوعه و البته وقتش رو هم با گوش دادن به شایع پراکنی ها، ناله و شکایت های دیگران نمی کشه. بلند حرف زدن و بلند خندیدن. یک خانم واقعی هنگام صحبت کردن مراقب تون صداش هست. بلند خندیدن و فریاد زدن و زبان توهین آمیز قابل پذیرش نیست. مخاطب شما چه مادر بزرگ باشه، چه بچه 3 ساله و چه رئیس جمهور، باید با یک تون صدا حرف بزنید. بحث کردن. یک زن واقعی عقاید خودش رو داره و 100% بهش اطمینان داره. اون هیچ وقت عقایدش رو به دیگران تحمیل نمی‌کنه و در موردش بحث نمی‌کنه. و وقتی همه چیز گفته شده، چرا برای ثابت کردن خودش به دیگران خودش رو اذیت کنه؟ غذا خوردن در راه. قوانین آداب و معاشرت میگه هنگام غذا خوردن پشت میز باید از کارد و چنگال استفاده کرد. بنابراین حتی اگه عاشق پیتزا هستید، اون رو توی رستوران سفارش ندید. اگه عجله دارید در حال راه رفتن چیزی نخورید. این کار مناسب یک خانم واقعی نیست. باید طوری برنامه‌ریزی کنید که چند دقیقه حتی برای یک فنجان قهوه وقت داشته باشید.
بیش از حد ساده بودن. با غریبه ها صحبت کردن در مورد خودتون رفتار پسندیده برای یک خانم نیست. یک زن واقعی در برقراری ارتباط با دیگران افراط نمی کنه. جزئیات زندگیش، کارش و افکارش رو برای دیگران بازگو نمی کنه. تأخیر داشتن. بیشتر از 15 دقیقه دیر کردن رفتار مناسبی برای یک خانم نیست، چه در قرارهای کاری و چه در قرارهای خصوصی. بازگذاشتن چتر برای خوش شدن. هیچ وقت چتر رو برای خوش شدن باز رها نکنید. وقتی وارد خانه شدید چتر رو ببندید، تکونش بدید و آویزون کنید تا کاملا خشک بشه. عافیت باشه در جواب عطسه. خیلی رایجه که در جواب عطسه دیگران میگیم عافیت باشه، اما این جمله فقط در مقابل دوستان و آشنایان نزدیک قابل قبوله. در مقابل غریبه ها عطسش رو نادیده بگیرید، مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. رد کردن تعارف نوشیدنی و غذا از میزبان. یک زن واقعی هیچ وقت تعارف غذا و نوشیدنی رو رد نمی‌کنه. اگه میزبان ازتون پرسید نوشیدنی چه چیزی میل دارید، میتونید به جای اینکه توضیح بدید که میل به چیزی ندارید حداقل آب سفارش بدید. فوت کردن غذا. فوت کردن غذا رفتار پسندیده ای نیست و یک خانم واقعی منتظر میمونه تا غذاش سرد بشه یا غذا رو هم میزنه تا زودتر سرد بشه. خیلی ممنون از شما دوستان که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید. لطفاً اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و عضو چنل ما بشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.